سرخط خبرها. کارشناسان هسته‌ای آمریکا میگویند ایران تنها 3.5 ماه با ساخت سلاح اتمی فاصله دارد. وزیر ارتباطات از ورود نیروهای مسلح به توسعه پیام رسانها خبر داد. به کیوسک امروز خوش آمدید. درود بر شما همراهان عزیز کانال کیوسک. در این بسته خبری دو موضوع مهم رو براتون در نظر گرفتیم. دعوت میکنم تا پایان شنونده ما باشید. یک رسانه آمریکایی از قول کارشناسان اتمی در آن کشور مینویسد که رژیم ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده ذخیره کرده و از امکانات فنی لازم برخوردار است که اگر اراده کند میتواند در ظرف 3.5 ماه نخستین بمب اتمی خود را بسازد. در این ارزیابی که در سامانه واشنگتن فری بیکن انتشار یافته، آمده است که مقامات آمریکایی ارزیابی کردند که نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده شواهدی در دست دارند که نشان می‌دهد ایران در حال ذخیره‌سازی مقادیر زیادی اورانیوم غنی شده به عنوان ماده اصلی در ساخت سلاح هسته‌ای است. بهروز کمالوندی، سخنگوی آژانس اتمی ایران، یکشنبه تایید کرد که ایران توانسته است به سطح غنی‌سازی پیش از امضای برجام بازگردد و میزان اورانیوم غنی شده آن 10 برابر تعهدات برجامی کشور می باشد. در ادامه گزارش رسانه آمریکایی آمده است که این اقدام ایران نقض مستقیم محدودیت های بین المللی در استفاده از مواد لازم برای شکافت هسته‌ای یا فیژن است، به طوری که کارشناسان هسته‌ای پیش بینی می کنند که ایران در حال حاضر تنها به 3.5 ماه وقت نیاز دارد تا بتواند روند شکافت هسته‌ای را به اتمام برساند. این فاصله زمانی نشان می‌دهد که این کشور تا چه اندازه به فناوری و مواد مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز 2 روز پیش فاش ساخت که ایران ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تقریباً 2 برابر کرده است و این امر به نگرانی‌ها نسبت به گام برداشتن بی‌وقفه این کشور به سوی ساخت سلاح هسته‌ای دامن زده است. حکومت ایران در دیداری که رافائل گروسی از ایران داشت به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اجازه دسترسی به چندین سایت هسته‌ای مورد مناقشه که قبلاً بازدید از آنها برای آژانس ممنوع بوده را داده است. پس از این بازرسی، ایالات متحده و دیگر اعضای سازمان ملل متحد نیز در جریان گزارش آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای تهران گذاشته شدند. با توجه به بررسی‌های بازرسان انرژی اتمی به نظر می‌رسد که حکومت ایران تلاش دیگری برای نقض محدودیت‌های مورد اشاره در توافقنامه هسته‌ای که میزان اورانیومی را که تهران می‌تواند غنی‌سازی و در کشور نگه دارد مشخص کرده در پیش گرفته است. در ادامه این گزارش آمده است که رژیم ایران همچنین برخلاف تصمیمات سازمان ملل در حال ساخت موشک‌های بالستیک پیشرفت است. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که افشای خطر غنی‌سازی اورانیوم عاملی جدید برای قوت بخشیدن به تلاش‌های دولت ترامپ جهت اعمال مجدد بسته‌های تازه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شود. یکی از مقامات وزارت خارجه ایالات متحده در گفتگو با واشنگتن فری بیکن گفت که گزارش آژانس انرژی هسته‌ای نشان دهنده نقض خطرناک تعهدات ایران در توافقنامه هسته‌ای است که ایالات متحده را وادار به اتخاذ اقدامات قاطع برای سرگیری تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران کرده است. این مقام ارشد آمریکایی گفته است که شواهدی قطعی مبنی بر نقض تعهدات ایران در توافق هسته‌ای وجود دارد. یک گروه ناظر هسته‌ای به نام انستیتوی علم و امنیت بین‌المللی که از نزدیک بازرسی‌های آژانس انرژی هسته‌ای بین‌المللی را زیر نظر دارد نیز اعلام کرده است که در حال حاضر ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از 10 برابر حد نصاب تعیین شده در توافق هسته‌ای فراتر رفته است. این گروه ناظر می‌گوید زمان پیش‌بینی شده برای اقدام ایران به نقض توافقنامه از ماه سپتامبر 2020 به مدت 3.5 ماه کوتاه است، کما اینکه تحول تازه‌ای در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه ایران ممکن است به اندازه کافی اورانیوم با نسبت غنی‌سازی کمتری در دست داشته باشد که می‌تواند از آن نیز برای تولید سلاح هسته‌ای دوم سریع‌تر از سلاح اول استفاده کند. به این ترتیب ایران در مجموع به حد اکثر 5.5 ماه برای تولید بمب نیاز دارد. این گروه روز جمعه یادآور شد که اورانیوم مورد استفاده در ساخت 2 سلاح هسته‌ای به کار خواهد رفت.
در ادامه گزارش آمده که مقام مسئول در وزارت خارجه آمریکا گفته است که دولت ترامپ تا زمانی که حکومت ایران را وادار به دست کشیدن از تلاش برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای نکرده، به فشارهای خود بر تهران ادامه می‌دهد. او بیان کرد که هیچ دلیلی برای گسترش برنامه هسته‌ای ایران به جز در پیش گرفتن رویکرد همیشگی لبه پرتگاه از سوی این کشور وجود ندارد. وبسایت آمریکایی متخصص در زمینه امنیت ملی واشنگتن فری بیکن در پایان نوشته است که همسو با فشارهای ایالات متحده در سازمان ملل، دولت ترامپ تلاش کرده است تا تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را که بر اساس توافق هسته‌ای 2015 لغو شده بود، مجدداً اعمال کند. اما موفقیت این تلاش‌ها با توجه به مخالفت قدرت‌های اروپایی و همچنین روسیه و چین همچنان نامشخص است. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات ایران، 16 شهریور گفت که ستاد کل نیروهای مسلح برای توسعه برخی زیرساخت‌های مربوط به موتور جستجو به ما پیشنهاد کمک داد که آن را پذیرفتیم و همکاری در این زمینه شکل گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او که در مراسم افتتاحیه مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات سخن می‌گفت، اضافه کرد پیام رسان‌ها از دیگر موضوعات مهم است که ستاد کل کمک می‌کند. به گزارش رادیو فردا، وزیر ارتباطات ایران همچنین گفت که نگران قطع اینترنت و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی نباشید. او در حال این موضوع را مطرح کرده است که در همان روز ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران، در مورد پیام رسان‌های خارجی گفت در صورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران تبعیت نکنند یا برای نظام مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کنند، فیلتر خواهند شد. فیروزآبادی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، چین را به عنوان الگویی موفق در سانسور و فیلتر کردن اینترنت دانست که به گفته او این کار را با مشابه سازی اپلیکیشن‌ها و ابزارها انجام داده است. به تازگی محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ایران گفته است در پیشنویس سند همکاری 25 ساله ایران و چین، بحث اینترنت ملی تحت عنوان همکاری دو کشور در جهت توسعه فضای مجازی قید شده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به تازگی در دیدار با اعضای هیئت دولت از پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات خارج از برنامه زمانبندی و نیز عدم اهتمام دولت به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی انتقاد کرده بود. چند روز پس از این انتقاد رهبر جمهوری اسلامی، وزیر ارتباطات ایران گفت حوادث آبان ماه نشان داد که در زمینه موتور جستجوی بومی توان اداره درخواست‌های مردم وجود ندارد و در این زمینه مردود شدیم. پیش از این رسانه‌ها در اوایل آبان ماه سال 97 از ارائه طرح سپردن گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح نیز از سوی نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به این کمیسیون خبر داده بودند. بر اساس اطلاعات مندرج در این طرح، سپاه پاسداران، پلیس و سازمان پدافند غیرعامل از اعضای مؤثر هیئت نظارت بر فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی تعیین شدند. پس از آن، محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات ایران گفت این وزارتخانه مخالف طرح واگذاری گذرگاه بین‌المللی اینترنت به نیروهای مسلح است، اما در صورت تصویب این طرح در مجلس ما ملزم به اجرای آن هستیم. پیش از آن نیز مهدی شیخ، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفته بود با توجه به بی‌اعتمادی مردم ایران نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی، طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت و واگذاری سرورهای اینترنت به نیروهای مسلح نیز چالش دیگری ایجاد می‌کند و نظامیان را مقابل مردم قرار می‌دهد. شیخ به نوعی ابراز امیدواری کرده بود که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حاضر نشوند خودشان را وارد دعوایی کنند که هیچ ربطی به آنها ندارد. سپاسگزارم از اینکه تا پایان همراه ما بودید. برای حمایت از ما، کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید و نظراتتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. تا فردا، خدا نگهدار.